سلام به شما دوستای گلم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ به رسانه کلونومی در یوتیوب خوش اومدید. خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای ما دکمه زنگولکی کنار سابسکرایب رو بزنید. توی این ویدیو میخوام روش درمان قطعی یوست رو با ماساژ شکم بهتون آموزش بدم. همراه ما باشید. یبوست بیماری که در اون فرد به سختی اجابت مزاج میکنه و میزان دفع مدفوعش کمه. مدت نرمال اجابت مزاج و فاصله بین اونها بین افراد مختلف متفاوته. با این حال عموماً کمتر از 3 بار اجابت مزاج در هفته یبوست نامیده میشه. هرچند یبوست گاه به گاه و موقتی بسیار معموله، بعضی افراد دچار یبوست مزمن میشن که باعث مشکل در زندگی و توانایی اونها در انجام وظایف روزانه‌شون میشه. اگرچه انجام ماساژ یک درمان استاندارد برای یبوست نیست، اما برخی از پژوهش‌های علمی نشون میده که انجام این کار میتونه به بازیابی شرایط قبلی کمک کنه. به عنوان مثال، گزارش منتشر شده در سال 2011 برای ماساژ شکمی و استفاده از اون به عنوان درمانی برای یبوست مزمن تمرکز شده. نتایج به دست اومده نشون میده که ماساژ شکمی ممکنه با ترویج حرکات مختلف حلقوی باعث تسکین و بهبود یبوست بشه. تکنیک های ماساژ متعددی ممکنه در تسکین یبوست و ترویج دفع مدفوع مفید باشه. این حرکات معمولا به صورت خوابیده انجام میشه. یک تکنیک محبوب شامل قرار دادن کف دست بر روی شکم و ایجاد حرکات کوچیک دایره‌ای و در جهت گردش عقربه‌های ساعت در قسمت پایینی شکمه. همچنین میتونید این دایره‌ها رو توسعه بدید و ماساژی رو انجام بدید که کل شکم رو پوشش بده. تکنیک دیگه شامل قرار دادن دست زیر جناق سینه و سپس کشیدن دست به آرامی به سمت پایین شکمه. این کار باید به صورت حرکات سریع با دست تکرار بشه. یک گزارش دیگه نشون میده که ماساژ شکمی میتونه زمان عبور مواد غذایی از روده رو کاهش بده. علاوه بر این، گزارش های انجام شده نشون میده ماساژ شکمی میتونه به تسکین دردها و ناراحتی های مرتبط با یبوست کمک کنه. در مطالعات بالینی، افرادی که مبتلا به یبوست بودن بعد از استفاده از ماساژ های شکمی بهبود زیادی در کیفیت زندگی خودشون تجربه کردند. با این حال، برخی از پژوهش ها پیشنهاد میکنه که استفاده از ماساژ شکمی برای تسکین یبوست به احتمال زیاد منجر به کاهش استفاده از ملین ها میشه. انجام ماساژ بر روی شکم میتونه یبوست رو به روش های مختلف مثل تحریک عضلات درگیر بهبود ببخشه. یبوست به شرایطی میگن که دفع مدفوع در هفته کمتر از 3 بار باشه. علاوه بر اون، استرس، سبک زندگی خاص نیز میتونه منجر به یبوست بشه. این نوع سبک زندگی شامل خوردن مواد غذایی کم فیبر، نداشتن ورزش کافی و نخوردن آب کافیه. بیشتر افراد به هنگام مسافرت نیز یبوست رو تجربه میکنن. زمانی که ماساژ شکم رو امتحان میکنید، با حرکات نرم و سبک کار خودتون رو آغاز کنید و از فشارهای زیاد بر روی شکم خودداری کنید. اگه بعد از فشار دادن بر روی شکم احساس درد یا ناراحتی داشتید، سعی کنید فشار حاصل رو کمتر کنید. سعی کنید این ماساژ ها رو 2 بار در روز و به مدت 20 دقیقه انجام بدید. استفاده از نفس عمیق در هر جلسه میتونه به تسکین یبوست کمک فراوانی کنه. قبل از اینکه بخواید از ماساژ یا سایر روش‌های درمان خونگی استفاده کنید، بهتره با یه پزشک متخصص مشورت کنید. زنان باردار باید از انجام هر نوع ماساژ بر روی شکم خودداری کنند. همچنین باید توجه داشته باشید که یبوست در برخی از مواقع نشان دهنده یک مشکل سلامتیه و نیازمند درمان‌های پزشکیه. سایر نشانه‌هایی مثل درد شکم ممکنه وجود داشته باشه و در برخی از موارد یبوست تنها نشانه‌ای که در بدن وجود داره. به خاطر داشته باشید که ماساژ به تنهایی نمیتونه یبوست رو برطرف کنه. برای اینکه سیستم گوارش خوب و منظمی داشته باشید، نوشیدن حداقل 8 لیوان آب در روز، خوردن غذاهای پرفیبر و تمرینات ورزشی منظم بسیار ضروریه. درمانهای جایگزین دیگه نیز ممکنه به مبارزه با یبوست کمک کنه. این درمان ها شامل مواردی مثل طب سنتی و بیوفیدبک و همچنین درمان های طبیعی مثل پروبیوتیکه. درمان های طبیعی دیگه هم برای یبوست وجود داره، اما قبل از مصرف بهتره با پزشک مشورت کنید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.